حالا شما یه خودتون حرف من و تو رو زدین، چی شد که رفته بودین آکادمی، اون آکادمی معروف و چرا اسمشو این بری؟ آکادمی چرا اسمش؟ گوگوش، آکادمی گوگوش رفتین و سه دوره هم بودین، و از این که رفتین خوشحالین یا نیستین؟ چرا خوشحالم؟ چرا خوشحالم؟ برای اینکه بگم چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه اصلا این آکادمی هنوز اون تلویزیون راه نیفتاده بود، مسئول اون موقع موسیقی کشور منو دعوت کرده بود آقای ناصری تهران. من به حرف ایشون اومدم ایران با یه گونی نوت. منو دعوت کرد که بیاین و تالار رو، گروه کر رو یه هفته بسازیم، مستر کلاس. تمام بچه ها خواننده های کرم همه هستن، شاهد بریم بپرسیم. من پا شدم قبل از فستیوال، همین فستیوال گشتتن که سالیان سال دارم، سپردم دست آسیستانم و یه گونی نوت پا شدم اومدم تهران. حالا هم میدونن هومن خلدبی داره میاد، هومن خلدبی داره میاد. هرچی به اون آقا که تا پیروز میگفت کی میاد فرودگاه دنبالتون، هتلتون چی، هم گفتم آقا ما یه دونه سقفی منزل داریم، برادرم میاد دنبالم، من اصلا لازم ندارم به این چیزا این حرفا. ما همین روزی که رسیدم فردا صبحش تماس میگیرم به شما، فردا صبحش میام که من یه هفته رو انجام بدم. آقا تماس از ما، جواب از ایشون، جواب تلفن نداد آقای نصیری. میدونم اسمشون چون نمیخواد بگین، نمیخواد بگین، نه نمیخوام بگم، در گوشت بدن میدم، در گوشت بدن میدم. خیلی هم میدونم تو مصاحبه، البته تو مصاحبه هم گفتم، چرا نگفتم؟ ای ببخشین، آره آقای بابک رضایی. بله بله آقای بابک رضایی منو کشون ایران، معاونشون و مدیر یعنی چیزای تیپای هنریشون هم آقای سهیل دهبستی بودن. اون بله. زمان بغل دست آقای کامکار ساز میزدن، بستن و دیگه نرفتن و الان هم کانادا زندگی میکنن. به هر حال کشیدن ایران، بعدم یه مش اراجیف و این چیزا به ما بستن. آقا ما دهن باز و ناراحت، بندرم دعوت کردن چیز، حتی تا موضوع تا دفتر معاون وزیرم رفت، آقای شاهابادی بود. بله آقای شاه، بله آقای شاه تماس گرفتن، نه 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 اشتباه شده، من فلان کردم. گفتم میدونین چیه، ما موقعی که ما از خارج رهبر دعوت میکنیم حراست به ما نمیدونم چی چی میکنیم. گفتم ببینم اون زمانی که دو ماه با من تماس میگرفتین حراست نبود؟ عد که من پامو گذاشتم یه حراست شد. به هر حال جمع کنم، خیلی توضیح ندم، حالی شاید یه روز با هم دیگه صحبت کنیم. دوستان تالاری به خود برای من زدن، برای اینکه چرا؟ برای اینکه فکر کنم آخ 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 هومن خلدبری داره اومده، از این به بعد ساعت 9:30 صحبت پاشیم بیام سر تمرین، دیگه باید کار کرد، دیگه باید دقیق بود، سر موقع بیای، سر موقع بری، فلان بسا اینا. برو آقا که حوصله داره. یه نکته بهتون بگم آقای خلدبری، تمومه بفهم. حالا من نمیخوام مدیران ارشاد اینا رو تطهیر کنم، ولی بله. اغلب اتفاقایی که اینجوری میفته در زمینه موسیقی، ممنوعیت ها توسط خود اهالی موسیقیه. یعنی من مطمئنم مرحوم حبیب که تو ایران اومد کسی بله. مشکلی نداشت که اجرا کنه، فقط موسیقی ها رفتن باعث زدن. همینی که عرض میکنم الان گفتیم دیگه، ساتور، من الان چی گفتم؟ ساتور دست آقای رجب‌پور زیر ساتور 4-5 تا دیگه است. بله همین بود، همینه بر همینه در واقع. آره بله همینجوری. بله بله داشتیم میگفتیم که بعد اینجوری به هر حال منو کشون. بله من برگشتم خیلی ناراحت، به من برخورده بود شدیدن. طبیعی هم بود. به من گفتن آره حراست چیز کرده و حالا ما دو مرتبه شما رو دعوت میکنیم فلان میکنیم. حتی هیچ وقت یادم نمیره ورق بیلت هواپیما رو هم پرینت گرفته بودم که پاشیده بودم که آقای این 1000 یورو یه همچین چیزی پول بیلت هواپیما دادم. این حرف دستم بود، گفت شما اون نوتایی که برای ما آوردین رو به ما بدین تا ما پول بیلت هواپیما رو به شما بدیم. گفت منو میگی؟ اصلا گفتم آقای رضایی، اصلا نمیگم، حالا بد میشه تعریف میکنم، هیچ. آقا ما پاشدیم برگشتیم اومدیم، شده بود 10 سالگی ارکستر پارسیان، مازیار ظهیرالدینی و نیما زاهدی، انشالله که هر دوشون هر جا هستن، عزیز و دردانه بنده، نور چشم و بسیار دوستان خوب من، ایمیل به من، اون زمان فیسبوک و این دم و دستگاه هنو نبود، ایمیل بود.
برای من ایمیل زدن که آره هومن جان ده سالگی پارسیانه و ما اسپانسر خصوصی داریم چی 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 چی، ولی دوست داریم که تو بیای برای رهبری. آقای میناسانیان هم سولای پیانو رو میزنن، برای این کنسرت پاشی بیای. مثلا یه مقدار ارزون تر بگیر، بودم مثلا هیچی نمیگیرم، من بلیط هواپیما فقط بدین باقیاشو پا میشم. آقای ظهیرالدینی رفته بود که به اجازه کنسرت رو بگیره، یه آقایی بوده آقای گودرزی نامی که گویا از تالار رفت اصلا، و بعدها شنیدم الان حالا تا جایی که من شنیده بودم الان پیتزا دلیوری میکنه اصلا رافی برگشت به شغل اصلیش. حالا نه خدا بی‌ادبی نشه به بقیه، ولی میخوام بگم از صادر کردن مجوز کنسرت ایشون فرمولا رو دیده بودن و فرم دیدن به 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 چه عالی فلان، مثلا اینکه رهبر هومن خلدبری گفته بود نه ایشون نمیتونه رهبر بره، من باید با آقای رضایی صحبت کنم، نه ایشون اجازه نداره فلان. که مرزی از برای من شه هومن جان شرمنده میگن اینجوری، گفتم آقا تموم شده رفت، تازه من و تو شروع شد. یعنی رها اعتمادی با من تماس گرفت، آقای خلدبری من شماره تلفن شما را از شاهین یوسف زمانی لس آنجلس گرفتم. بله. در مورد شما گفته چی 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 چی، ما یه همچین چیزی داریم صبح را میندازیم فلان بسار یه حرفا، تشریف میاریم؟ گفتم آره میام. اگه قرار بود اون دوستان داخل ایران منو قیچی کنن که مرتبط نباشی، من بعدها پیغام فرستادم گفتم اون زمان اگه این مستر کلاس گروه کور تالار مگه چند نفر بود؟ 50 نفر، نه 100 نفر، اونم تازه برای یک هفته. آقای نصیری قرار نبود من بیام بمونم، قرار بود یه دونه کورس یک هفته ای. این یک هفته 50 نفر 100 نفر فلان بیسا اگه قرار بود باشه، شما با این تصمیمتون باعث شدین 70 میلیون نفر اومن خلط بیرا بشنزن. بله. من همه عمرم به شما بدهکارم. بله. من شیرینی به همه عمرم بدهکارم به شما. عدو شد سبب خیر من در حقیقت. بله خیلی اتفاقا خب چیز بود و مردم با یک چهره جذاب مواجه شدن، چون شما مردم لطف دارن. قربونتون برم آقای نصیری، شما لطف دارین، مردم هم همینطور. ولی اون برنامه شما بودین. بله قربان شما، ولی من اونجا تونستم در خلال برنامه دیدن خانم گوگوش موزیک اینا بیان مصاحبه کنن، مسابقه بدن، بخونن فلان بیسا این حرفا، به مردم یه فرهنگ سازی کنم که آقا برین کلاس سولفژ، برین کلاس تئوری موسیقی، برین مربی آواز بگیرین، برین مربی ساز بگیرین، 4 تا دونه نوت، گرب چیه، سیاه چیه، سولفژ چیه، این چیه، اون چیه، اینجوری ریزیز. مثل پدر مادری که در حقیقت دوای تلخ رو میریزه روی قند با لطایی خوریل باریکل میذاره دهن بچه، به هوای دیدن خانم گوگوش، به هوای اون رنگ و شو و فلان از این حرفا، من کار خودم رو کردم. همین دوستان ما که الان به رؤسای مختلف دانشکده موسیقی همه آموزشگاه دارن فلان بیسار، الان شدم حی و حاضر زنده. پیغام پسخام خدا خیرت بده، از زمانی که اونجا این برنامه ها شروع شده، کلاسای آواز و تئوری موسیقی و سولفژ و اینا اینجوری آدم باز. خب آقای نصیری فرهنگ سازی همینه دیگه. بله دقیقا. بله و حضور شما به تو برنامه، بل برنامه ای که ما اصلا کار نداریم از کجا داره پخش میشه و چجوری هست، بله، برنامه که بخش زیادی از مردم دارن میبینن، حضور یک کسی که کار کرده، هم موسیقی ایرانی بله. میشناسه، هم موسیقی کلاسیک میشناسه، موسیقی بله. دنیا میشناسه، هم تعصبی نسبت به موسیقی خاصی نداره و ابدا تو هر ژانری موسیقی درست و دوست داره. این خیلی میتونست کمک کنه و شما یه همچین کاراکتری دارین و این خیلی در واقع مبارکه. من دیگه چرا نرفتیم پس اگه اینقدر قرار بود؟ ببینید آقای نصیری، قرار بود سه دوره انجام دادم و دیدم کافیه، بسه دیگه. اگه هوس 3 دفعه بسه دیگه. حالا اولا تو میگم من اصلا آدم، شما بعد از اون برنامه هم نگاه کنی، من هیچ برنامه دیگه ای نرفتم. من اصلا آدم تلویزیون و جلو دوربین میشین و حرف بزن و فلان بیسار از این حرفا، این تیپیا نیستم. بیشتر کاراکتر
کار کردن با ارکستر، کار کردن با کور، کار کردن با خواننده. این من همون تخصصی رو که کاری که با خواننده های اپرا جاهای مختلف انجام داده بودم با همون تکنیک و با بچه های این هر سه دوره انجام میدادم. واسه همینم یارو روز اول صدای غاز میداد، روز آخر اونجور لایف میخون صدای بلبل میداد. به خدا، حال نمیگم بلبل، ولی به هر حال اصلا کانسپت این برنامه این بود. حالا خوبه الان براتون بگم، کانسپت این برنامه این بود که باید هنرجوها متوسط باشن، رو به پایین متوسط فلان، و اینا به مرور درس بگیرن بهتر بهتر، پله 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 پله، مردم هم با اینا در طول این مدت زمان دو ماه سه ماه آشنا بشن تا به اینا رأی بدن و فلان بسر بسن. واسه همین هم بود که آدم های خیلی خوب هم میومدن تست بدن، ولی میگفتم آقا شما بدن ما نمیخورید. اصلا برنامه چارچوبش همین آدم های کم رو بگیر، آدم به مرور بیان بالا و درس بگیرن، در کنارش مردم هم چیز یاد بگیرن. بعد از اون برنامه سال 92 من برنامه استعدادیابی موسیقی هزار صدا رو تو ایران راه انداختم. بله در جریانم. بله بله بله. بعد این برنامه در واقع ما اینجوریه که تو این برنامه بس اون برنامه دیگه نیست، یعنی کسی که میاد تو برنامه خودش مؤلفه و کار خودش رو میاد تو برنامه شرکت میده. آها آها، یعنی خودش مؤلف صاحب اون کاره، یعنی کاری که بچه‌ای که اومدن یا آلبوم دادن یا قطعه دادن چیزی منتشر کردن و خودشون کار خودشون تو برنامه اجرا میکردن و خودشون بازخوردهای خیلی خوبی داشته و تو همون بزرگی. پس مال شما هم یعنی از مدی، یعنی داورا یا مربیا یا هر چیزی که اسمشو بذارین با اینا کار نمیکردن؟ نه اصلا نه. ما برنامه بچه ها کسایی که میان تو برنامه شرکت میکنن خودشون صاحب کارن، کارشناسا تو همون برنامه میان میشینن کارشون میشنن بر اساس کاری که میشنون نفر برگزیده انتخاب میکنم، برگزیده میاد مثلا کردن برنامه کارشناسی باشه و برنامه خودشو کارشناسیه، یعنی یه چیزی تو مایه استیج و این حرفا که بعدن درست شد توی من و تو. ببین اونا در واقع ماهیت اصلی شوه دیگه، شوه تلویزیونیه، ما بله خب. یه برنامه کارشناسیه، یعنی یه کارشناس شعر، یه کارشناس آهنگسازی و یه کارشناس خوانندگی رو صحنه میشینه و تو این برنامه اگر یک خواننده‌ای در واقع شبیه یه نفر دیگه بخونه نمره بد میگیره، میگن تو داری تقلید میکنی، در حالی که تو برنامه های دیگه که مثلا حتی برنامه آکادمی بله 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 صحنه و اگر بله شبیه دایوش میخون میگوتن چرا درست. یه نکته و من بگم که اشاره کردین به شاهین یوسف زمانی و من بله یادی کنم از استاد حسین یوسف زمانی که من خیلی باحال شما باش کار بله کردیم. بله بله، ما کاست بارون بارونه رو با هم دیگه اجرا کردیم، چهار شب کنسرت همونو تو فرهنگسرای بهمن سالن چارلی چاپلین اجرا کردیم. مطمئنا الان اونایی که فرهنگسرا کار میکنن توی آرشیوشون نگاه کنن این کنسرت ها باید ویدیوش اونجا باشه. اجرا کردیم، استاد بسیار نازنینی بودن حقیقتا. من هم خیلی لطف داشته، من همیشه میرفتم بله 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 بله. من با تو جفت بشه، هم شاهین هم رامین سالیان ساله که دوست هستیم و اتفاقا یا شوربختانه یا خوشبختانه حال به هر حال زمانی که استاد فوت کردن من لس آنجلس بودم و بلافاصله شنیدم، بلافاصله رفتم منزل شاهین و رامین و به هر حال اون ایام یه خط میگرفتن آقای برجسته براشون توی لس آنجلس که بسیاری از هنرمندا از جمله مژگان شجریان خیلی‌ها بودن اونجا. باز با میگم با بچه‌ها از زمان هنرستان و همینطور رامین که توی ارکستر سمفونیک، شاهین هم همینطور، هم ارکستر سمفونیک هم ارکستر فرهنگسرا، ما سالیان سال با هم دیگه دوستای خدا رو شکر دوستای خوبی هستیم. بعد من با توجه به اینکه ما حالا